به نام خدا و سلام من امیر خواه از مدرسین فرادرس هستم و ورود شما رو به آموزش اکسس 365 از سری آموزش های فرادرس خوش آمد میگم در این دوره آموزشی قراره که ما برخی از قابلیت ها و امکانات جدید در مایکروسافت 365 اکسس رو معرفی بکنیم چرا گفتم مایکروسافت 365 و بعد اکسس؟ به خاطر اینکه تمام نرم افزارهای آفیس در قالب یک بسته نرم با عنوان مایکروسافت 365 ارائه شدند که اکسس، اکسل و پاورپوینت و سایر نرم افزارهای آفیس در زیر مجموعه اون قرار گرفتند. پس در واقع ما میتونیم به این صورت بگیم که مایکروسافت 365 یک سرویس اشتراکی برای استفاده از بروزترین ابزارهای بهرهوری مدرن مایکروسافت به حساب میاد. بر همین اساس ما در این آموزش قصد داریم تا اکسس رو در بسته نرم افزاری مایکروسافت 365 مورد بررسی قرار بدیم. البته مروری داریم بر امکانات و قابلیت‌های پرکاربردی که میتونه برای کاربران خیلی مفید باشه. در واقع ما در بسته مایکروسافت 365 امکان دسترسی به برنامه های مختلف مثل اکسل، اکسس و سایر نرم افزارهای آفیس رو داریم و همچنین یکی دیگه از قابلیت هایی که مایکروسافت 365 در اختیار ما میگذاره استفاده از فضای ابری برای ذخیره سازی اطلاعات هست. ما خیلی راحت میتونیم به صورت آنلاین و روی فضای ابری مایکروسافت که با داشتن یک حساب کاربری میتونیم وارد اون بشیم، اطلاعات خودمون رو ذخیره بکنیم. این ذخیره به ما این قابلیت رو میده که بتونیم با هر شخصی در هر جای دنیا اطلاعاتمون رو به اشتراک بگذاریم و حتی روی یک پروژه به صورت مشترک با افراد دیگر کار کنیم. امکان تهیه اشتراک دسترسی به آخرین ویژگی ها، اصلاحات و بروز رسانی های امنیتی به همراه پشتیبانی فنی همیشگی و بدون پرداخت هزینه اضافه. از دیگر قابلیت های مایکروسافت 365 هست. یعنی شما یک بار اشتراک اون رو تهیه می کنید و میتونید به همه امکانات به راحتی دسترسی پیدا کنید و دیگه نیازی نیست هزینه های اضافه ای رو پرداخت کنید. حالا که یک مرور کلی بر مایکروسافت 365 داشتیم بریم به سراغ برخی از امکانات و تازه های مایکروسافت اکسس 365. یکی از این قابلیت های جدید در اکسس امکان باز کردن کوئری ها در SQL ویو هستش همونطور که در این تصویر هم ملاحظه می کنید با کلیک راست بر روی کوئری مورد نظرمون میتونیم اون رو در نمای SQL باز و ویرایش بکنیم این خیلی میتونه برای ما مفید باشه و به ما کمک میکنه که ارتباط بهتر و منعطفتری با انواع مختلف هوش مصنوعی از جمله چت جی رو داشته باشیم همچنین ما میتونیم به صورت مستقیم اطلاعاتمون رو در SQL ویو ویرایش بکنیم. دیگه نیازی نیست از مسیرهای مختلف استفاده بکنیم و چندین مرحله رو طی بکنیم تا برسیم به مرحله ای که برای ویرایش هستش. اینجوری ما خیلی مستقیم میریم توی کدها و ویرایش خودمون رو انجام میدیم. همچنین ما دیگه نیازی به باز کردن کوئری در نمای طراحی که همون دیزاین ویو هست و همچنین نمای دیتا شیت نداریم در واقع ما در اینجا دیگه بی نیاز میشیم از اینکه از نمای دیزاین ویو و دیتا شیت ویو بخوایم استفاده بکنیم و این میتونه برای ما بسیار مفید باشه و همه اینها در نهایت به ما کمک میکنند که بتونیم با سرعت و دقت و کیفیت بالاتری اطلاعات خودمون رو و کدهای خودمون رو ویرایش بکنیم قابلیت دیگری که میخوام در اینجا به اون اشاره بکنم بحث عدم نمایش پیغام هشدار برای باز کردن جدول های لینک شده هستش اگر شما چندین جدول رو داشته باشید که این تیبل ها یا جدول های شما لینک شده باشند به یک نقطه خاص و به یک بخش خاصی ممکنه که چنین پیغامی رو مشاهده بکنید حالا ما در اینجا در اکسس 365 میبینیم که دیگه این اتفاق نمیافته یعنی ما میتونیم گزینه دانش شو دیس مسیج رو تیک بزنیم و دیگه پیغام هشدار و اون وارنینگ رو مشاهده نکنیم و به این ترتیب کارمون رو با دقت بیشتر و سرعت بالاتری انجام بدیم. همچنین یکی دیگه از قابلیت های اضافه شده در اکسس اینه که ما میتونیم تعداد بیشتری از جدول ها و اتصالات یا همان کانکشن های اونها رو باز بکنیم. تقریبا میشه گفت نسبت به نسخه 2021 تعداد جدول ها و کانکشن هایی که ما میتونیم در اکسس باز بکنیم دو برابر شده. تقریبا دو برابر نمیگیم دو برابر یا بیشتر و به این ترتیب ما دستمون خیلی بازتره و میتونیم اطلاعات بیشتری رو در اختیار داشته باشیم قابلیت دیگری که با اون اشاره میکنیم قابلیت اضافه کردن امضای دیجیتال شخصیمون هست که ما میتونیم در بانک اطلاعاتی و یا کدها اون در واقع امضای دیجیتال خودمون رو اضافه بکنیم همونطور که در این تصویر هم ملاحظه می کنید ما در محیط VBA در قسمت Tools امکان اضافه کردن امضای شخصی رو داریم که برای ما فراهم شده همچنین ما میتونیم از مرورگر Edge که برای مایکروسافت هست توی فرم های خودمون برای بررسی URL ها و آدرس های اینترنتی هم استفاده بکنیم همونطور که در این تصویر مشاهده می کنید ما در قسمت فرم دیزاین یا در بحث طراحی فرم ها میتونیم از این آیتم استفاده بکنیم edge browser control رو به داخل فرم های خودمون اضافه کنیم یو های خودمون رو همونجا وارد و نهایتا تستشون بکنیم همچنین ما میتونیم مدیریت و بروزرسانی جدول های لینک شده پیوند مجدد یا ریلینک کردن اونها و همچنین حذف اتصالات رو به صورت خودکار داشته باشیم همونطور که ملاحظه میکنید بخشی تحت عنوان linked table manager یا در واقع بخش مدیریت جدول های لینک شده در اختیار ما قرار میگیره و ما در اینجا میتونیم ببینیم که چه اتفاقی افتاده کدوم یکی از اونها به رسانی شدن کدوم یکی از اونها لینک دارن کدوم یکی از اونها حذف شدن اگر هم خواستیم میتونیم همینجا حذف کنیم یا تغییر بدیم یا ممکنه لینک گم بشه ما میتونیم اون رو ریلینکش بکنیم ایجاد یک پیوند مجدد رو داشته باشیم که یکی دیگه از قابلیت‌های بسیار کاربردی و خوب هست که در اکسس اضافه شده همچنین ما میتونیم اگر قراره که نمایش تاریخ و زمان رو داشته باشیم با جزئیات بیشتری اینها رو نشون بدیم تو این تصویر هم یک نمای کلی از این مورد رو میتونید ببینید ما یک قابلیتی رو داریم توی دیتا تایپ یا انواع داده هامون در اکسس که با عنوان دی تایم اکستندد هست یک مقداری جزئیات در خورده اعداد یا اصطلاحاً پرسیژن اونها بیشتر شده و ما میتونیم اون تاریخ و زمان رو با جزئیات و خورده های عددی بیشتری نمایش بدیم اما در ادامه اشاره میکنیم به بحث بهبود در ایجاد روابط بین جدول ها ما یک بحثی در اکسس داریم تحت عنوان شیپس یا همون روابطی که میتونیم بین جدول ها داشته باشیم مثلا یک جدول کاستومرز داریم تو این تصویر و یک جدول اوردرز میخوایم ببینیم که مشتریان ما چه سفارشاتی داشتن. پس قاعدتا باید در بین اینها یک ارتباط یا ریلیشنشیپی برقرار بشه پس در اکسس 365 ما میبینیم که این ریلیشنشیپ ها و ارتباطات بهبود پیدا کردن و ما خیلی راحت تر و با دقدقه کمتری میتونیم این کار رو انجام بدیم دقدقه به لحاظ اینکه این ارتباط به درستی برقرار بشه به درستی بتونه به ما خروجی بده و نهایتا جزئیات کار رو داشته باشیم و همچنین میتونیم بگیم که در اکسس 365 ما هماهنگی بیشتری رو با انواع هوش مصنوعی از جمله چت جی پی تی میتونیم ببینیم به این صورت که در چت جی پی تی میتونید خواسته های خودتون رو بنویسید پرامپت نویسی رو انجام بدید خروجی چت جی پی تی رو بیارید در داخل اکسس جدول گزارش و هر چیز دیگری که خواستید رو به راحتی از اون بگیرید در این آموزش عمده تمرکز ما بر استفاده از هوش مصنوعی در اکسس هست به این ترتیب که من در قسمت های بعدی به شما خواهم گفت که چطور میتونین در چت جی پی پرامت هایی رو بنویسید و با کپی کردن این پرامت ها و کد هایی که چت جی پی تی به شما میده بیارینشون در داخل اکسس و خروجی بگیرید و این میتونه برای شما بسیار هیجان انگیز جذاب و البته کاربردی و مفید باشه کافیه که شما بدونید چه پرامتی رو بنویسید خواسته خودتون رو به چت جی پی تی بگید اون رو بیارید در اکسس و خروجی بگیرید. به همین راحتی میتونید به نتایج بسیار بسیار کاربردی و جالبی برسید. اما در انتهای این ویدیو بهتون بگم که یک آموزش تحت عنوان آموزش رایگان اکسس سریع و آسان در 180 دقیقه من در وبسایت فرادرس ارائه کردم. اگر بر اکسس مسلط نیستید یا ایراداتی در رابطه با اکسس دارید، این آموزش میتونه برای شما بسیار بسیار کاربردی و جذاب باشه و بهتون پیشنهاد میکنم حتما این آموزش رو مطالعه بکنید و بعد از این آموزش فعلی استفاده کنید چون دید بازتری از اکسس پیدا می کنید و با خیلی از مفاهیم هم آشنا خواهید شد بریم به سراغ ویدیوهای بعدی درسهای بعدی و همچنین قابلیت که می در اکسس 365 مورد استفاده قرار بدیم